نام حق و حقیقت. درود بر شما حقجویان گرامی. از امروز میخوایم راجع به برهان وجوب و امکان با همدیگه صحبت بکنیم. برهان وجوب و امکان از مهمترین و استوارترین برهانهای اثبات خداست و جزء ابتکارات فلسفه اسلامی هم به شمار میره. این برهان از راه تقسیم موجودات به ممکن الوجود و واجب الوجود و نیازمندی موجود ممکن به علتی که خودش بی نیاز از علت باشه، میخواد اثبات کنه که خدای وجود داره. برهان امکان و وجوب تقریرات مختلفی داره و توی بیشتر اونها از امکان ماهوی استفاده میشه، توی بعضی از اونها هم از امکان فقری اومدن استفاده کردن. حالا ما یک جلسه ای رو اختصاص میدیم به این که این اصطلاحاتی که در این برهان اومده رو با هم دیگه بررسی بکنیم. توی بعضی از این برهان ها میان از بطلان دور و تسلسل استفاده میکنن، توی بعضی از این برهان ها سعی میکنن مثلا جوری برهان رو تقریر بکنن که از دور و تسلسل استفاده نکنن. اما این برهان مورد قبول بیشتر فلاسفه و متکلمان خدا باور دانسته شده و گفته میشه که ابن سینا این برهان رو اختراع کرده. برخی هم گفتن که این برهان از ابتکارات فارابیه، ولی درستش همینه که این برهان رو جناب ابن سینا برای اولین بار ابداع کرده. اما ابن سینا کی بوده؟ ابن سینا دانشمند ایرانی الاصل هست. البته ابن سینا در بخارا به دنیا آمده، الان بخارا جزو ازبکستان به حساب میاد، ولی خب اون موقع جزو کشور ایران قدیم به حساب میامده و به خاطر هوش بسیار فراوان و زیادی که داشته و با توجه به چیزایی که نقل میکنن ازش، اون موقع حالا کسی تساکی رو از این فرد نگرفته بوده، ولی با توجه به چیزایی که ازش نقل میکنن شاید بشه گفتش که آیکیوی بالای 200 داشته این فرد. شاید مثلا چندین هزار صفحه کتاب رو ایشون در سال اول دبستان که به مکتب میره حفظ میکنه، خط به خط و کلمه به کلمه، و خیلی هوش و ذکاوت و سیاست بالایی داشته و بیشتر عمرش رو هم در دربار پادشاهان زندگی میکرده، از علمای دربار بوده و با حاکمان و سلاطین به این طرف و آن طرف مسافرت میرفته و پزشک ماهری هم بوده. البته در تمامی علوم آقای ابن سینا مهارت داشته و کتاب داره، شاید بیشتر از 450 جلد کتاب تألیف کرده و هیچ وقت هم ظاهرا خانواده‌ای تشکیل نداده و حتی منزلی هم برای خودش نداشته و همیشه در دربار و در سفر و انسان بسیار فعال و پرجنب و جوشی بوده. اول سینا در تمامی رشته‌های علوم هم نظرات جدید و نوعی داره. بالاخره درسته که فرد باهوشی بوده، ولی در جامعه‌ای زندگی می‌کرده حدود 1000 سال پیش که اوج دوران تعصب و خفقان مذهبی بر زندگی مردم سیطره داشته و می شود انتظار داشتش که با وجود هوش زیادی که داشته نتوانسته به خاطر فضایی که در اون زندگی می کرده در صحت اطلاعاتی که بهش گفته می شده تشکیک بکنه. و این بدیهیست. بسیاری از جاها ابو علی سینا در برهانهای خودش به این نتیجه می رسه که حرفهایی که در دین گفته شده اشتباهه، ولی میگه که حتما من متوجه نمی شم و می رفته نماز می خونده و از خدا می خواسته که ذهنش رو برای درک مفاهیم مذهبی باز بکنه. به خاطر همین تعصب مذهبی هم که داشته رفته و یکی از قوی ترین برهان های حالا به ظاهر برهان اثبات وجود خدا رو اختراع کرده و از اون به بعد هم ما میبینیم که تمام برهان های دیگری که برای اثبات وجود خدا بیان شده به نوعی از برهان امکان و وجود ابو علی سینا الهام گرفته و مشتق شده و رنگ و بوش رو تغییر دادن، ظاهرش رو تغییر دادن و سعی کردن برهان دیگری بشه و بسیاری از دانشمندان هم فقط به همین یک برهان وجود امکان در کتاب های خودشون اکتفا میکنن، یعنی انقدر این برهان رو قوی میدونن که دیگه برهان دیگری رو برای اثبات وجود خدا ذکر نمیکنن. خب حدس میزنم که به اهمیت موضوع بررسی این برهان تا حالا پی برده باشید. فردی که این برهان رو تحقیق کرده یک فرد معمولی نیست، یک مغز متفکر هست و این برهان به نوعی میشه گفت ستون فقرات اعتقادات خدا باوران هست و اگر این برهان از اونها گرفته بشه اونها به صورت کامل زمینگیر میشن. برهان هایی که ما تا قبل از این بیان کردیم به نوعی دستگرمی بود برای اینکه بتونیم وارد این برهان بشیم و برهان هایی هم که بعد از این میگیم به نوعی حالت زنگ تفریح رو داره. اون چیزی که وقت و انرژی ما رو بیشتر از همه به خودش صرف میکنه و اون چیزی که قوت منطقی شما رو محک میزنه نقد برهان وجوب امکان ابو علی سیناست. بسیار خوب،
جناب ابن سینا در زمان خودش عالم بسیار برجسته بوده، این رو نمیشه انکار کرد و شاید تا چند قرن بعد از خودش هم این لقب رو میشه بر ایشون داد. اما این گونه نیست که میگن الان در دانشگاه های اروپایی کتابای ابن سینا تدریس میشه. خب نه، این حرف اشتباهی است. مطالبی که ایشون میگه درست در زمان خودش هزار سال پیش مطالب ارزشمندی بوده، یعنی نسبت به سایر مطالبی که در مدارس و مکتب ها تدریس میشده قوت و قدرت بالاتری داشته، اما در مقایسه با علمی که ما امروز در اختیار داریم مطالب بسیار ضعیف و سطح پایین محسوب میشه و هیچ جا کتابای ابن سینا رو تدریس نمی‌کنن. شاید به عنوان تاریخ علم بخش‌هایی از کتابا و نظریات ایشون رو بیان بکنن، ولی اینگونه نیست که سورس درسی باشه در بعضی از مثلا دانشگاه‌ها، یعنی مطالبش هنوز مورد تایید باشه، چه مطالبش در فقه، چه مطالبش در طب، چه مطالبش در فلسفه و منطق. بله، در حوزه های علمی کشور ما هنوز کتاب های ابن سینا به عنوان کتاب های عالی سطح دکترا داره تدریس میشه و هیچ خدشه ای هم به نوعی انگار به این مطالب وارد نیست. اما همونطور که به زودی در نقد برهان وجوب امکان متوجه می شوید، بسیاری از مبانی فلسفی آقای ابن سینا امروز مورد نقد واقع شده و دیگه کسی در جهان به این مطالب اعتقاد و باور نداره. در مورد عظمت علمی ابن سینا همینقدر کافی است که شاگردش از ایشون درخواست میکنه که شما ادعای پیامبری بکن با این همه علم و دانشی که داری، و به نوعی میشه گفتش که کارهایی که انجام میداده در سطح معجزه محسوب میشده در علم پزشکی و غیره. حالا من نمیدونم این کرامت ها و ویژگی هایی که برای ایشون ذکر کردن واقعا در ایشون وجود داشته یا چون که ایشون به حکومت و وزارت و منصب حکومتی رسیده این کرامت ها رو براش درآوردن. میبینیم که در جامعه خودمون در زمان حاضر کسانی که اندک سوادی هم ندارن زمانی که به مناصب حکومتی دست پیدا میکنن بلافاصله القاب دکتر، آیت الله، امام و غیره به اینها متصل میشه و کتاب های فراوان در کرامت ها و خصوصیات علمی و اخلاقی اونها تألیف میشه، در صورتی که فاقد همه اونها هم هستن. حالا ما امیدواریم که واقعا مطالبی که در مورد آقای ابن سینا بیان میشه حقیقت داشته باشه و ایشون واقعا همین وقت که میگن باهوش و فرزانه بوده باشه. اما برهان امکان وجود از طریق جناب آقای ابن رشد که در اندلس اسپانیا کنونی زندگی میکرده به غرب راه پیدا میکنه و این برهان رو میتونیم بگیم که مشهورترین برهان اثبات وجود خدا هم بعد از برهان نزد و برهان علیت باشه. این برهان رو میتونیم مهمترین برهان جهانشناختی در باب اثبات وجود خدا بدونیم. شاید شما کمتر کتاب فلسفی و کلامی رو پیدا کنید که توش از برهان وجود امکان بحث نکرده باشه و تعداد مخالفان و مدافعان این برهان خیلی زیاده و همین نشون میده که این برهان چقدر اهمیت داره. ادعایی که میکنن میگن این برهان تمام مقدماتش مقدمات عقلی محضه و مقدمات حسی و تجربی نداره. حالا ما بعدا به این مطلب میپردازیم که آیا واقعا برهان امکان وجود مقدمه حسی و تجربی دارد یا نداره. و بیشتر فلاسفه‌ای که مسلمان یا مسیحی یا باورمند به ادیان هستند این برهان رو پذیرفتند و میگن برهان مستحکم و قوی هست. خود ابن سینا این برهان رو بهترین و مطمئن‌ترین برهان دانسته، فخر رازی اونو مورد اعتماد حکما خوانده. علامه هلی گفته این استدلال لمی و برهان یقینی است. آقای جعفر سبحانی که از متکلمان معاصر شیعه هست این گونه بیان میکنه که میگه این برهان به قدری قوی و مستحکم هست که خواجه نصیرالدین طوسی در کتاب تجرید الاعتقاد و علامه هلی در کتاب نهج المسترشدین در اثبات خدا فقط به همین یک برهان بسنده کردن و برهان دیگری رو ذکر نکردن. به عبارت دیگه دانشمندان اسلامی این برهان رو برای اثبات وجود خدا کافی میدونستن. در غرب هم جناب آقای توماس آکویناس فیلسوف مسیحی قرون وسطا این برهان رو ظاهرا از آثار ابن رشد دریافت کرده و وارد فلسفه غرب کرده. خب توی غرب بالاخره چون یک مقداری فضای تعصب کم رنگ‌تر شد به خصوص بعد از دوران رنسانس، دانشمندانی سعی کردن که به نقد این برهان بپردازن. البته دانشمندانی هم از این برهان دفاع کردن، مثل دکارت، مثل لایبنیس، مثل جان لاک، به نوعی میشه گفتش که از این برهان دفاع کردن و فلاسفه بزرگی مثل هیوم، کانت و آقای راسل و جان استوارت میل اینا اومدن که این برهان رو نقد بکنن و نقد کردن. و بعضی از فلاسفه فعلی
اسلامی مثل آقای جواد آملی گفتن که این برهان بسیار برهان قوی هست و هر کسی که سعی کرد این برهان رو رد کنه، به خصوص فلاسفه غربی، اینها نفهمیدن که این برهان چی داره میگه. یعنی این گونه بیان میکنن، میگن اشکالاتی که فیلسوفان غربی به برهان امکان وجود وارد کردن ناشی از ناتوانی آنها در فهم صحیح برهان یا اشکال در ترجمه برهان بوده و ادعا میکنن که اگر کسی به درستی مطالب این برهان رو متوجه بشود، ناخودآگاه به مطلب و محتوای برهان تصدیق میکنه و نمیتونه اون رو رد بکنه. حالا ما به زودی به این مطلب میپردازیم که آیا دانشمندان غربی مطلب برهان امکان وجوب را نفهمیدن یا اینکه واقعا این برهان اشکال داره. اما قبل از این که ما بخوایم به تقریرهای برهان امکان وجود بپردازیم، خواهش میکنم چند جلسه ای رو صبر و تحمل پیشه بکنید تا ما با همدیگه اصطلاحاتی که در این برهان به کار رفته رو و پیشینه اون اصطلاحات رو با همدیگه بررسی بکنیم که بعداً نگن که شما مطلب برهان رو متوجه نشدید و اون رو نفی کردید. نه، اجازه بدید که ما ابتدا توی چند جلسه تمام اصطلاحاتی که در این برهان به کار رفته رو تک تک و دانه به دانه نقد بکنیم، بعد از اون بپردازیم به تقریرهای برهان، ببینیم که برهان اصلا چه خدایی رو داره ثابت میکنه و ببینیم که آیا واقعا این برهان صحیحی است یا مثل باقی برهانهای اثبات وجود خدا مغالطه بیش نیست. امیدوارم که همواره در زندگی شاد و سربلند و پیروز و اهل حق باشیم. بدرود.